رفتار طالبان با زنان ممکن جنایت علیه بشریت باشد. غنی اقدام طالبان مبنی بر تعلیق تحصیل دختران را تعصب‌وار و استبداد خواند. شورش رهبران ازبک تبار طالبان در برابر رهبرشان. جهان در برابر طالبان متحد شدند. وزیران خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان G7 گفتند که رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان ممکن به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب شود. آنان روز پنجشنبه با نشر بیانیه از طالبان خواستند تا ممانعت بر حق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را لغو کنند. وزیران خارجه G7 ایالات متحده، ژاپن، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا با اشاره به پیمان روم که بر اساس آن محکمه بین‌المللی جرایم ایجاد شده است در این بیانیه گفتند پایکرد و آزار جنسی بر اساس پیمان روم که افغانستان یک کشور عضو آن است جنایت علیه بشریت محسوب شده می تواند. در این بیانیه با اشاره به تصامیم طالبان مبنی بر انسداد مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و نیز تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها تاکید شده است که هر دو تصمیم باید بدون تأخیر لغو شود. بیانیه می‌افزاید اعضای جهف با در کنار مردم افغانستان استاده و از خواست آنان برای تمثیل حقوق بشریشان بر بنیاد قوانین بین‌المللی حمایت می‌کند. آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان که کشورش ریاست دوره جیف را به دوش دارد در یک کنفرانس خبری در برلین تصمیم طالبان مبنی بر تعلیق تحصیل دختران را گام دیگر به سوی حصر هجر توصیف کرد. در ادامه این بیانیه آمده است پالیسی های طالبان که برای زدودن زنان از حیات اجتماعی طراحی شده است در چگونگی تعامل کشورهایمان با طالبان پیامدهای خواهد داشت. غنی اقدام طالبان مبنی بر تعلیق تحصیل دختران را تعصب‌وار و استبداد خواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت پیشین افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌های افغانستان ابراز تأسف کرده و گفته است که طالبان افغانستان را اشغال کرده و مردم را گروگان گرفتند. غنی با نشر پیام در تویتر و فیسبوک شخصی خود گفته است بدبختانه مشکل کنونی آموزش و کار برای زنان در افغانستان بسیار جدی، تأسف‌وار و نشانه واضح از آپارتاید جنسیتی در قرن 21 است. اصلی ترین مشکل عدم مشروعیت گروه حاکم می باشد چون این گروه به شیوه غیر مردم سالاری حاکمند، افغانستان را اشغال و مردم را گروگان گرفتند. غنی در این پیام بدون این که خود را نیز مسئول وضعیت پیش آمده در افغانستان خوانده باشد، بار مسئولیت بحران جاری در افغانستان را به دوش افراد، عناصر و نهادهای انداخته است که به گفته وی به شکل سازمانی برای سفید ساختن طالبان تبلیغات میکردند و ادعا داشتند که این گروه تغییر کرده است و درکشان از شرایط افزایش یافته است. رئیس جمهور پیشین افغانستان از هیچ فرد یا نهاد مشخص نام نبرده است که به گفته وی برای طالبان تبلیغ میکردند. صلاح الدین ایوبی فرمانده ازبک تبار طالبان تحصیل دختران مسئولیت یک حکومت اسلامی است. بی بی سی فارسی در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش می‌دهد صلاح الدین ایوبی یکی از فرماندهان مهم ازبک طالبان خطاب به رهبران حکومت طالبان می‌گوید تحصیل دختران مسئولیت یک حکومت اسلامی است و از رهبران طالبان انتقاد کرده که با بستن دروازه‌های دانشگاه بر روی دختران فهم خود از اسلام را بیشتر از فهم صحابه دانستند. آقای ایوبی در مطلبی که به بی بی سی فرستاده است میگوید مسئولیت یک حکومت اسلامی این است که برای رعیت خود فضای مناسب تعلیم و تحصیل را فراهم کند نه این که درهای تعلیم را بر روی آنان ببندند. او افزوده که آیا فهم بزرگان امارت اسلامی از اسلام نسبت به فهم صحابه و خلافت راشده رضی الله عنهما از اسلام بیشتر است؟ او نوشته است که دو خطاب دارم، اول به خواهران عزیز، دوم به زمامداران امارت اسلامی. او نوشته که خواهران گرامی، حصول علم فریضه الهی است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید طلب علم برای مرد و زن فرض است، البته رعایت کردن احکام الهی هم فرض است که باید انجام شود. آقای ایوبی دو ماه پیش برای آوردن اصلاحات در حکومت طالبان راهی قندهار شد تا با رهبر طالبان گفتگو کند. آقای ایوبی از رهبران طالبان پرسیده است سوال ما از بزرگان امارت اسلامی این است که اگر تعلیم و تحصیل زن از نگاه اسلام ممنوع است چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد به تعلیم و تحصیل تشویق نمود؟
او گفته اگر تعلیم و تحصیل از نگاه شرع ممنوع است، چرا مادرانمان عایشه رضی الله عنها سیمین شخص در کثرت روایت حدیث مشهور و معروف شد و چرا صحابه از وی روایات متعدد کردند؟ اگر تعلیم و تحصیل از نگاه شرع ممنوع است، چرا زنان در زمان خلافت راشده و غیره دوره های خلافت علم آموختند؟ اگر تعلیم و تحصیل از نگاه شرع ممنوع است، پس اگر زن مریض شود مداوای آن را کی بکند؟ طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد. کاردار سفارت آمریکا: منتظر چی هستید؟ برخیزید. کرندکر شازجافیر سفارت آمریکا برای افغانستان از مردان افغان خواست برخیزند و در کنار زنان بیستند. او میگوید آینده کشور با تصمیم‌های طالبان به خطر افتاده و از زمانش است که مردم افغانستان ساکت نباشند. سنای امریکا اصلاحی را در مورد انتقال دارایی‌های تجار روسی به نفع اوکراین تصویب کرد. سنای امریکا به گنجاندن اصلاحی در پیشنویس بودجه رأی داد که اجازه مصادره دارایی‌های مسدود شده تجار روسیه به نفع اوکراین می‌دهد. به گزارش اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی مجلس اعلای کنگره امریکا در حساب تویتری خود اعلام کرد سنای اصلاحی گراهام شماره 6596 در مورد اوکراین را بر اساس نتایج رأی‌گیری تصویب کرد. بنابراین این اصلاحیه در لایه بودجه گنجانده شده که قانونگذاران باید به آن رأی بدهند. اصلاحیه مذکور که توسط سناتور جمهوری‌خواه لنسی گراهام ارائه شده است، مصادره و فروش دارایی‌های تجار روسی را برای انتقال آنها به اوکراین به عنوان کمک‌های بشردوستانه و نظامی فراهم می‌کند. نصاب آموزشی ابزار نیرومند به دست طالبان برای گسترش تفکر افراطی. اخیراً گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح از تغییرات خطرناک و تباکن در نصاب آموزشی توسط این گروه پرده برداشته است. این گزارش نشان می‌دهد که حتی در جریان مذاکرات صلح در دوحه، طالبان برای تغییر نصاب آموزشی کشور کار را آغاز کرده بودند. این کار نشان می‌دهد که چگونه گروه تروریستی بدوی و قبیله‌ای که با آموزش و روشنگری دشمنی بسیار دیرینه و عمیق دارند، با فکر استفاده از نصاب آموزشی به حیث نیرومندترین ابزار در دسترس وزارت معارف که در حقیقت از آن بینوانه کارخانه تولید فکر و انسانسازی آد می شود برای تحکیم پایه های قدرت و گسترش ایدئولوژی شیطانی و تروریستی خیش شده است. چرایی توسط طالبان به تغییر نصاب آموزشی. طالبان می دانند که خونریزی ها، جنایات و ظلم این گروه در 26 سال گذشته در افغانستان به قدر کافی مردم را از آنها متنفر کرده است و در میان اکثریت بسیار قاطع مردم کشور از هیچ نوع محبوبیت برخوردار نیستند. طالبان آموزش و روشنگری را بزرگترین تهدید در برابر خود می دانند. گزارش این تحلیل بسیار جالب را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یارتان.